پیغمبرش بهترین است در راه تو که ارزشی داردین جان ما پاینده هستی اسلام ما در راه تو که ارزشی داردین جان ما پاینده هستی اسلام ما که اگر کسی اگر انسان مسلمانی به دنبال عیوب برادر مسلمان خودش هست و این برادر عیوب برادر مسلمان خود به آشکار میکنه الله متعال در روز قیامت عیوب ازیرا چی میکنه آشکار میکنه و در حالت برعکس از و اگر کسی عیوب برادر مسلمان خود را میپوشانه الله متعال در روز قیامت هم عیوب ازیرا میکنه میپوشانه پس هر وقتی که هر وقتی که انسان از لحاظ رفتاری به توجه این نکته باید باشیم که هر وقتی که دیدیم که گپ از خوبی ها و بدی ها آمد و ذهن ما اتومات رفت به طرف دیگرا که فلانی کار بد فلانی کار بد فلانی کار بد ما باید این حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم را به یاد خود بیاریم که رسول الله صلی الله علیه و سلم ما را به یک تهدید بسیار جدی کرده و حتی منتفی دانسته ایمان کسی را که پیامبر صلی الله علیه و سلم ایمان قلبی را از کسی منتفی کرده که در بدنبال چی هست بدنبال عیوب هست و از عیوب خود خودش چی شده غافل شده و این یک ای 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 موردش و گپ گپ دیگه ایش هست که انسان مسلمان هرگز بدنبال دنبال اینطور فکر نکنه که من انسانی هستم نجات شده و تزکیه شده و دیگرها در خطا واقع شده به دلیل الله متعال صفت یک ایده از مردمان کسانی را که برای حق نیستن و الله متعال موقف از اونها را تایید نمیکنه در قرآن کریم از اونها برای ما بازگو میکنه میگه الم تر الذین یزکون انفسهم آیا شما ندیدین کسانی را که اونها به دنبال تزکیه نفس خود هستن و خود را پاک معرفی میکنن و خود را بی گناه معرفی میکنن و خود را دور از خطاها معرفی میکنن در حالی که بل الله یزکی من یشاء بلکی الله هست که کسی را خواسته باشه چی میکنه تزکیه میکنه و وقتی که الله متعال کسی را تزکیه کرد شکر و انسان در در نعمت و فضل بیشتر الله متعال واقع شده و نیاز عزیزی داره که شکر و نعمت الله متعال را بیشتر بکنه و در تلاش برای اصلاح خود بیشتر باشه انسان مسلمان پس این نکته را مد نظر داشته باشه که یکی از بارسترین خصوصیات نفس انسانی جستجو کردن عیوب دیگران و غافل شدن از عیوب هست. همیشه ما به دنبال ازی باشیم که ما کدام خطا دارم و این خطاها را از خود چگونه دور بکنیم در مورد دیگرا چه رقم برخورد بکنیم اول اول اصلا به دنبال عیوب دگرا نباشیم و اگر یک انسان را دیده هم که خطا کرد اگر این خطاش علنی بود وظیفه ما می هست که دعوت هم بکنیم و اگر اینمی خطایی که کرده قابل توجیه بود در یک روایت میای که رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه شما به برادر مسلمانتان عذر بتراشین حتی در حدیث میای که تا 70 عذر هم به برادر مسلمانتان چی بکنین بتراشین وقتی خودتان مرتکب خطا شدن با دنبال عذر تراشیش نباشین بگین که نمی کار خطای هست تا زمانی که ایت شما به خطا اعتراف میکنین انگیزه بر ترک گناه در شما ایجاد میشه اگر با دنبال توجیه خطاهایتان بودین با دز بازصلاح نمیشه خیلی از مردم هستن در گناهان بسیار جدی و خطرناک واقع هستن خب آماده اعتراف کردن برای گناه نیستن به همین خاطر در همون گناه غرق شده میرن و خصوصیت گناه همین هست مثل یک لجنزار وارث مثل یک لجنزار کسی فوری بعد از آبار دیده باشین که وقتی با, 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 گل زیاد خلط میشه پای یک نفر که او بمانه باز دوگاه زود کشیدن نمیتونه خیلی از جوان ها هستن گاهی وقتا میان که مثلا ما فلانی کار واقع شده ما نمیتونیم خود ازش دور بکنیم دلیل چیست دلیل چیست که اونا در یک گناه و خطایی که واقع بودن اون گناه و خطا نمیدونستان تا زمانی که موتور پیش رفتن پیش رفتن حالا تا نزدیک به گلو در گناه غرقن حالا هر چی که میکنن خود از این گناه کشیده نمیتونن برشون خیلی سنگین میشه در حالی که اگر شما ابتدا در یک گناه واقع شیدین و معترف باشین که گناه و خطا هست با آسانی خود نجات میتونین مقدمات گناه را یک نفر انجام اگر بته خود ترک کردن از خیلی ساده هست اما اگر در گناه غرق شد باید از خیلی برای سنگین میشه و همین خاطر خیلی از مردم میانه میگه که مثلا من توبه کنم بعد از گناه واقع شدم بس توبه کنم به خاطر چی به خاطری که این نفس خود را به گناه عادت داده بیخی چرا نفسش به گناه عادت پیدا کرده؟ به دلیل از اینکه از ابتدا معترف به گناه بودن از او نه به به عنوان گناه نراشت به عنوان گناه به او تعامل نمیکرد نگفت خیره. یک رقم برای خود بهانه جور میکرد این بهانه را در مورد عملکردهای خود ما نباید داشته باشیم در مورد یک برادر مسلمان خود اگر بهانه هم میتراشیم درست است چرا به خاطری که اصل امی هست که ما در مورد برادر مسلمان خود گمان چی داشته باشیم گمان خیر داشته باشیم این یک خصوصیت نفس خصوصیت دیگه نفس انسانی امی هست که بیشتر به دنبال متاع دنیا میگردد ذ بدنبال زینت دنیا رفتن یکی از خصوصیات بسیار منفی نفس است و الله متعال امتحانا این زینت های دنیا را بر انسان ها چی کرده زیبایی های دنیا را بر انسان ها زینت داده الله متعال در قرآن کریم میگه که زینن للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطره من الذهب والفضة والخيل المصومة والانوام والحرس بر انسان ها زینت داده شده زینن للناس بر انسان ها داده شده حب من النساء محبت شهوت با زنها در دنیا رسول الله صلی الله علیه و سلم در یک هم میگه میگه من بعد از خود هیچ فتنه خطرناکی از فتنه شهوت بر امت خود باقی نگذاشتیم و واقعا هم می رقم است یعنی انسان بعضی از انسان ها تصور میکنن در مورد خود امیر رقم گمان خیر دارن که من فلانی گناه را نمیکنم من فلانی گناه را نمیکنم من فلانی گناه را نمیکنم اما یک ایده زیاد انسان های صالحه اگر در هیچ گناه دیگه واقع نشه حتما و حتما شهوت سرشان غالب میشه به خاطری که قوی ترین انگیزه قوی ترین انگیزه در وجود انسانی شهوت در مقابل زنان است و کسانی که در یک مرحله خاصی از زندگی خود قرار دارن در مرحله جوانی در بیشترین حالت واقع شدن در فتنه هستند یعنی در جوانی انسان از هر گناه دیگه ای کده بیشتر در گناهی که متعلق به امور شهوانی هست بیشتر واقع میشه و متاسفانه یک واقعیت هست پس انسان مسلمان در هر مرحله از مراحل زندگی خودش یک نگاه خاص به احکام شرعی داشته باشه بعضی از مردم نوع تعامل میکنن با احکام شریعه میگه که خیره ما فلانی گناه را اگر کردن این گناه خود ترکی از گناه وقتا بعض از احادیث هم توجیه میکنن که پیمبر صلی اللہ و آله گفتن اگر شما فلانی گناه را کردین امی که دستتان را و وضو وقت وضو گرفتن خلاص کل از گناه ها میرزن این رقم شیطان اینها را چی میکنن؟ اغوا میکنن دقت کردین به همین خاطر انسان مسلمان باید متوجه باشه امور که بر نفس انسانی بر نفس انسانی شهوت زنها زینت داده شده تا زمانی که انسان همی کل مقدمات امور شهوانی را هم در در بسته نکنه خود را از این گناه نجات داده نمیتونه بسا ها انسان های زیادی هستند انسان‌های بسیار زیادی هستند که در امور بسیار صریح قطعی حرام واقع میشن خو هرگز این امور حرامشان برابار بار اول است یک دفعه درو نمیرن از کجا شروع میکنن از مراحل بسیار مقدماتی از مراحل بسیار مقدماتی گاه وقتا تو خدا بازی همه تا مثلا یک یک رابطه منفی با, با،, با یک دختر پیدا میکنه باز که خود میگه خیر برو باز باز با به خیر نکاح میکنم اما تو یک چیز خو... میگه که خدا به اصلا فریب بده بعد از این خلاص باز کارهای عجیب و غریب میکنه تا اینکه یک وقت در یک کار حرام هم واقع میشه که او اخ بازو رو ترک کرده نمیتونه خیلی از جوانای ما هستن در گناهان عجیب غریب واقع میشن که برش میگیره تر بکن میگه به خدا نمیتونه هر چی کوشش میکنه نمیتونه نفهم شال خاو ندارم روز خاو ندارم نان دلم نمیشه که چطور میکنه چرا دای دا حالت واقع میشن و دلیل از این که نفسشان به گناه چی شده عادت پیدا کرده و دای دا گناه غرق شده پس انسان عاقل هست که وقتی به طرف یک پایتون در یک جای گذاشتین که دوج دیدین لجنزار هست و احتمال هلاکت شما انسان عاقل اون نیست که بازم دوونه مو چی شوه داخل شده برای انسان، عاقل می هست که زمان بعد چی شود بر بگرده و خود را متوجه بگرده و نفس خود را و شیطان هم میتونه میکنه. می میکنه و متاسفانه یک واقعیت بسیار دردناک جامعه ما همین هست که در جامعه ما از هر فساد دیگه که در فساد اخلاقی بیشتر هست و بیشترین از این موارد متاسفانه جوانه انجام میدن و بدبختی زمان بیشتر میشه که در میان کسانی که در میان جوانان خیر و خوبی که مثلا در مردمان متدینتری هستند به نسبت سایر افراد جامعه کده و در مره 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 حلقات درسی هستند در حلقات تربیتی هستند در بین از امی ما هم امی فساد اخلاقی متاسفانه در بعض موارد بسیار بالا هست به از اینکه گاهی وقتا دیگه موارد دیگرا رو خوب ملامت میکنه. اگر یک نفر یک سالت هم ترک بکنه اما تو سر از اعصابش خراب میشه که بیبی فلانی نفر اینو کار نکرد خودش که در کار حرام صریح واقع هست این را باز میگه که خدمت میگه خیر که خیر خدمت فلانی شو رفتم من فلانی سنت خاص خیر ببینی بی الله بر تاج بده کو سنت از نکدی فاجی کار حرام هم خدا باید ترک بکنی تو به خاطر ترک سنت ها دیگرا رو بسیار ملامت میکنی و بسیار سرشان میتازی بسیار جدی هم میتازی اما در واقع شدن حرامی که خودت هستی متوجه ازی اگر یک نفر یک کار مکروه را هم انجام بده اما سر از تو دو میشیم اما تو رنگ مسرخ میگرده که تبی فلانی افت این تو کار را کرد در حالی که شریعت منع کرده خیلی خوب شریعت را منع کرده الله بر تاجر بده اینمی انگیزید به خاطر کی باشه به خاطر الله وقتی بدگرای کار خیر را میخوای که الله اونها را از امور حرام دور بکنه برای خودت نمیخوای چرا چرا این رقم تعامل میشه میفهمین به دلیل از این گاه وقتا انسان این رقم تعامل میکنه این حساسیت جدیش در مقابل گناه به خاطر الله نیست به خاطر چی هست؟ به خاطر این هست که شیطان میخواه بر از این قناعت بده که تو بسیار متدین آدم هستی کدام دین داری داری بی در فلانی تو فلانی موقف جدی را گرفتی در حالی که اگر واقعا این موقفش به خاطر الله می بود قبل از اینکه امی موقف جدی و قاطع در مقابل دیگرا بگیرن در مقابل خطاهای خود بعد میگیره چون وظیفه اصلی ما چی هست کو انفسکم اول خود باید نجات بدیم دقت کردیم حالا وقتی یک نفری یک نفری اگر این می رقم تعامل بکنه این تعامل چی ای هست این تعاملش پیروی کردن از هوای نفس است متوجه منظور ما و مورد مهمتر دیگه ای هست این مف... ای گپا به معنای از این است که ما بدون بال اصلاح دیگرا نباشیم خو ای اصلاح دیگر را به این شکلی نباشه که اگر ما دیگر را اصلاح بکنیم اونا به جنت برن باز بخیر ما خود ما دیگر دا طرف چی روان باشیم و طرف و این خیلی خطرناک است ما یک حدیث میبینیم گاهی وقتا که مو حدیث یاد ما باور بکنین به حد این زننده هست که کته خود میگن که هیچ وقت به دیگر به دعوت نمیکنم تو همین حد زننده هست رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه در روز قیامت یک دکسانی در, در جهنم هستن و یک شخص رو میبینن که روده های از بیرو برآمده و بسیار سخت عذاب میشه مردم میان برش میگن او فلان تو خونه موسی که ما رو میگی فلان کارو بکو فلان کارو بکو اینا ما با گپ تو کردیم والا ما جنت این وضعیت تو چرا این هست این میگه درست است ما به شما ها میگفتم خب من خود را چی کرده بودم فراموش کرده بودم و و انسان بعد از الله پناه به الله پناه به از این یک حالت بسیار سخت و سختی که در نتیجه دعوت ما دیگرا چی شون مستحق جنت شون خب ما خود ما چی شویم به جهنم بریم این خیلی حالت دردناک نیست تیل حالت در است و متاسفانه متاسفانه اگر واقعی بینانه نگاه بکنیم یکی دیگه ما در این حالت واقعی هستیم متوجه شدیم که در مورد گناهان و خطاهای دیگران بسیار جدی و قاطع هستیم اما در مورد گناهان خیلی بزرگتری که خود ما انجام میتیم چی هست؟ ازش غافل هستیم و در مورد شهوت زنها متاسفانه ای هم بارستر است و از هر کس دیگه که در بین جوانای ما هست از هر کس دیگه که در بین جوانای ما هست که متاسفانه شایع و عام شده و هیچ زیبنده یک برادر مسلمان نیست که از یک طرف دعوای دینداری را سر و از طرف دیگه دعوای دعوتگری را سر و از طرف دیگه دعوای اصلاحگری را سر و بعد از خودش در امور حرام و, 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 و دا گلو غرق باشه که اصلا خود را نجات داده هم نتونه پس شهوت زنان یکی از خطرناک ترین اما اموال هست دیگه شهوت مال شهوت مال رسول الله صلی الله علیه و بعد شهوت زنان شهوت شهوت اولاد و زنها را ذکر میکنه تو این الناس به شهوت من النساء و البنین اولاد وقتی یک نفر اگر فامیل پیدا میکنه بعد از این محبتی که نسبت به فامیل و اولاد خودش داره گاهی وقتا باعث میشه این محبت به حد زیاد شود که به خاطر اولاد در امور حرام واقع شود دقت کردین به همین خاطر رسول الله صلی الله علیه و سلم در در آیه قرآن کریم الله تعالی در جای اولاد را فتنه معرفی میکنه منظور از فتنه یعنی وسیله آزمایش و خیلی از انسان ها هستن که در امتحان چی میشن ناکام میمانند و دیگه محبت مال محبت مال هم در نفس انسانی باعث میشه که انسان در امور خیلی از گناهان بسیار خطرناک واقع بکنه خیلی از مردم ما در شرایط فیلی گناهان را انجام میدن که خودشان معترف هستند، برای این کار حرام هست و این کار ناجایز هست خب فقط این محبت بیشتر داشتن نفس نسبت به مال هست که در چی واقع کردن در امور حرام واقع کرده و واقعا هم رقم هست یک دی انسان ها خصوصا زمانی که امکانات مالی بیشتر داشته باشن و زندگی سهولت آمیز داشته باشند. برای این انسان های ترک کردن مادیات دنیا سنگین هست برای این انسان های ترک کردن مادیات دنیا چی هست سنگین هست به همین خاطر روش تزک... تربیتی رسول الله صلی الله علیه و سلم انتخاب کردن زهد در امور دنیا بود رسول الله صلی الله علیه و سلم خود شخصا زهد بیشتری در امور دنیا داشت و نمونه های بسیار زیاد داره ما شما داریم یک بار رسول الله صلی الله علیه و سلم در مسجد نماز خوان بعد از اینکه نماز خلاص شد بلا فاصله کمی به عجله رفتن به خانه برگشت رفتن صحابه پرسیدن که یا رسول الله چی گفت بود گفت که ما در خانه یک چند مقداری از مال مانده بود ترسیدم که این مال در خانه ما باشه و ما در راه الله متعال خرج نکنم و زندگی از رسول الله صلی الله علیه و سلم اگر شما بیاین ارزیابی بکنین عایشه رضی الله عنها همسر رسول الله صلی الله علیه و سلم مادر مؤمنان میگه میگه قبل از غزوه خیبر در خانه ما ماها طول میکشید و بعدش دو دو چیزی سیاه ما دیگه هیچ خوردنی نداشتیم بجز خرما و آب دیگه هیچ خوردنی بر, خوردن پیدا نمیکردیم خب منظور ما نیست که حتما انسان در این حالت داشته باشه منظور این هست که معنای زهد را علما در تفسیر خوب ذکر میکنن براش میگه زهد این هست که چیز مال در دستت باشه در قلبت جا نگرفته باشه اگر مال بدست دست آمد خطر خوشحال نسازه و اگر از دس دست افت رقمگی نساز اگر بود به عنوان یک نعمت استفاده بکن نعمت مشروع ازش استفاده بکن خب اگر رفت باز دیگه کل همه غمت نشه بسیار از مردم از وقتی اگر پیسه داشته باشه پیسه از بین بره خلاص سکته میکنه این 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 ای رقم محبت داشتن با مال جی از انسان به هلاکت میندازه دقت کنیم و خیلی از موارد خیلی از مردم هستن فقط محبت مال اونها رو در امور حرام واقع میکنه پس انسان مسلمان امی هست انسان مسلمانی که عاقل باشه و خاصه باشه خود را از امور حرام حفظ بکنه امی هست که نفس خود را قناعت بده نفس خود را چی بکنه قناعت بده به خاطر چی به خاطر که خصوصیت انسانی هست خب امر رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه میگه نفس انسانی رو با خاک دیگه چی سیر کرده نمیتونه طبیعت انسان امر اگر شما دقت بکنین گاهی وقتا اگر شما هیچ نداشته باشین. امروز رو کاش که صدر به عمق پیشو می بود اما تو روز انسان نکنه زندگی هر کسی سختی ها مشکلات میه اگر صدر به پیدا بکنین با باز به با این خنادت نه میگن کاش که 2000 باشه 2000 پیدا کنین قناعت نکنین میگن نه بیشتر شوه تا زمانی که همین مردمایی که میلیونر هم باشن امی مردم نسبت به مردمای فقیر که بیشتر و دنبال دنیا نیستن باور بکنین او روز کد یک دو ما بودین اون قصه کد گفت از یکی از برادرای که کد از یک جای قبلا کار میکرد گفت آله به حد به حد در در کسب مال مشغول شده که باور بکنین خیلی از وقتها همین وقت نماز هم برش پیدا نمیکنم مال برای مردم مفروشه باز ما پیسه از اون فقط در حساب کردن پیسه وقت نمازش هم از دستش میره او خناد کرده در حالی که اگر خودش بیا ارزیابی بکنه زندگی خودش هر قدر که خوشگذرانی هم بکنه میش از زندگی اولاد و نواسا و کواسش هم کفایت میکنه همه پولی که داره اما باز هم بدون بال از اون میره شما می مردم پس دارا گاو تا دیده باشین از هر کس دیگه در مشغول هستن این مشغولیت از در, در کار خیر است اغلب نه اغلب در بلا دنیا هستن پس انسان مسلمان باید متوجه از این نکته باشه و با بعد از محبت قدرت و محبت چوکی و محبت شهرت اینا هم بر انسان چی میکنه انسان در امور حرام واقع میکنه خب انسان مسلمان اگر شیخ الاسلام ابن رحمه الله یک بسیار زیبایی داره میگه اگر کسی به دنبال اصلاح باطن خود باشه الله متعال ظاهر از او همچی میکنه اصلاح میکنه یک مقولی بسیار جالبه هست و واقعا زمانی که یک نفر امی امی مفهوم را درست درک بکنه امی مفهوم را درست درک بکنه از لحاظ در رفتاری در رفتارهای از اینها همین مورد دیده میشه یک شو ذکر میکنه گناهان علما دو دو دسته تقسیم میکنه اینه که گناهان ظاهری یک هم گناهان باطنی اما قدری که ما شما انگیزه برای ترک گناهان ظاهری داریم اما قدر اگر انگیزه برای ترک گناهان باطنی میداشتیم حالت ما متفاوت تر نمیشه ما یا نیست اما قدر ان... چرا به خاطر از اینکه گناهان ظاهری را دیگران میبینیم و گاهی وقتا اگر ما به خاطر ترس الله مگر نیست به خاطر نجات پیدا کردن از ملامتی دیگران هم که شده گناه را چی میگنیم؟ تر میکنیم اما گناهان باطنی چون تنها الله میبینه و ترس الله در قلب ما کم است به این خاطر انگیزی جدی برای از ترک ازی نداریم متوجه شدین و این حالت ضعف ایمانی یک شخص است حالت بعد سرچپه باشه اما قدری که ما شما از گناهان ظاهری دوری میکنیم چند برابر بیشتر از او بعد از گناهان باطنی دور بکنیم و خاطری که گناهان باطنی خطرناکتر نسبت به گناهان ظاهری به توجه شدین گناهان باطنی چی هست خیلی خطرناکتر نسبت به گناهان ظاهری گاه وقتا اعمال دیگه انسان از بین بره مثلا حسد حسد تنها یک انگیزه باطنی در درون یک نفر مثل که علما در تعریفش میکنن میگن حسد حسد زوال نعمت غیر است الی اینمی اینمی حسد به عنوان یک گناه باطنی خطرناکیش چیست بر علاوه از اینکه حرام است رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه حسد اعمال صالحه انسان را امو گناه از بین نبره مثل که آتش چوره میکنه چوب از بین میبره خب حال یک نفری که اگر واقعا انگیزی درست ایمانی داشته باشه امو رقمی که از او گناهان ظاهری دوری میکنه از حسد به عنوان یک گناه باطنی دوری نمیکنه خیلی بیشتر نیازمند از از گناه باطنی هم باید چی بکنه دوری بکنه و, و و و امی امی مواردی که بر نفس انسانی زینت داده شده هست اینها را باید خود ازش بکنه دور بکنه یک خصوصیت دیگه نفس انسانی امی هست که وقتی که در یک مقام و منزلت و جایگاه قرار میگیره چی منزلت و مقام مادی باشه مثلا در جای یک نفر رئیس میشه جایگاه پیدا میکنه یا یک منزلت معنوی باشه این مقام و منزلت و جایگاه در نفس از غرور زنده میکنه در نفس از چی زنده میکنه غرور را زنده مثل که الله متعال در مورد بل اسرائیل میگه که الله متعال میگه مطلقا عطا این موسی کتاب و قفینه من بعده به رسول موسی کتاب دادیم و بعد از پیامبران بعد از روان کردیم و عطا اینه مريم معل بینات و به بی روح القدس و برای عیسی فرزند مریم دلایل آشکار دادیم و او توسط روح القدس حمایت کردیم باز میگه اف کلما جاءهم رسول بمالا ته و انفسکم مستكبرتم وقتی که از جانب ما بر از اونها پیامبر می آمد اونها به خاطر تکبر نفس پیروی از هوای نفس خود را میکردن ففریقا کذبتم و فریقا باعث تکذیب پیامبران و باعث از شدن که در مقابل پیامبران قرار بگیرن و اونها رو چی بکنن حتی بکشن پس محبت نفس محبت محبت ریاست و قدرت و جایگاه و منزلت باعث ایجاد و غرور و تکبر در یک انسان میشه گاهی وقتا انسان ها نوع این رفتارهایشان متفاوت است اگر در یک منزلت پایینتری هست خیلی برخورد مهربانانه و متواضعانه با مردم داره وقتی که جایگاه و منزلت بالاتر پیدا میکنه اینمی منزلت بالاترش در رفتارهایشان چی میشه تبارز واقعی پیدا میکنه نگ... برخوردش با مردم فرق میکنه نگاهش با مردم فرق میکنه هر حالتش با مردم چی میکنه فرق میکنه پس اول به این خاطر از لحاظ شرعی اول این هست که انسان به دنبال طلب ریاست نباشد اصل ایست که طلب کردن یک جایگاه و منزلت در اسلام ناجایز است رسول الله صلی اللہ علیه الله علیه و سلم بر عبدالله بن سلم میگه لا تسأل الاماره منزلت و امارت و ریاست را طلب نکو به خاطری که اگری منزلت و ریاست بر تو در نتیجه طلب خودت برات داده شود وکلت الیها تو بعد از اون چی میشی واگذار میشی و اما اگر این طلب ریاست بر خلاف خواسته تو بر تو داده شوه که تو به اصطلاح توانایی پیش بردن او را داشته باشی باز الله متعال چی میکنه تو را الله متعال در اونم کمک میکنه یا وقتی که ابو غفاری پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم میاره، رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه یا رسول الله برای من یک جای جایگاه یگان ولایت برام بده در زمانی که فدوات اسلامی زیاد نشه. رسول الله صلی الله علیه و میگه یا عباد انک ضعیف چون تو ضعیف هستی و وقتی که تو اینجا قرار بگیری و انها یوم قیامت خزیون و ندامه حال خوشت میاد در جای رئیس باشی منزلت داشته باشی تو در روز قیامت باعث پشیمانی و حلاکت میشه هر کدام شما دوست نداریم یک منزلت جا... جایگاه بالا داشته باشیم یک کشفش بیره که ما بالاتر باشه اما آیا ایره متوجه شدیم که اینمی اینمی محبت نسبت به ریاست و قدرت و جایگاه باعث پشیمانی و ندامت ما در روز قیامت میشه به همین خاطر رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیث بسیار با صراحت با قسم یاد میکنه والله لا نولی هذا الامر احدا سعله و حرس عليه قسم به الله است که ما منزلت و جایگاه و ریاست و امارت را بر کسی نمیتیم که او را چی بکنه طلب بکنه در نظام سیاسی اسلام اگر کسی خودش یک مقام طلب بکنه بر از او سپردن اون منزلت و جایگاه حرام است متوجه شدن به خاطر چی به خاطری که یک نفری نسبت به جایگاه و منزلت و مقام و قدرت و ریاست را فضیلت میدانه که بدن طلب کردن از او هست مسئولیت نمیدانه اگر او را مسئولیت میدانه از میکرد فرار میکرد اما چون او را فضیلت میدانه و باعث از این میشه که غرور نفسش تکمی بشه و جایگاه و منزلتش بالا بره و همین خاطر بدن بالا چی هست بدن طلب ریاست هست پس انسان مسلمان همیشه متوجه از این نکته باشه که این خصوصیت نفس بدن هرگاه که شما در جای قرار گرفتین که اگر یک نفر شما شماره در یک منزلت جایگاه مقام بالاتر قرار میداد نفس رو ببینید خوشحال میشه یک احساس عجیب در وجود انسان پیدا میشه اینو متوجه شدین نه اینمی خصوصیت نفس است و انسان با چه بکنه سرکوب بکنه و نکته دیگه ای که متاسفانه ای هم وسوسه شیطانی هم از خصوصیات نفس انسانی هم هست ای هست که انسان غالبا کلام بیشتر میکنه و عمل اندک میکنه به خاطر چی به خاطری که نفس تنبل است و گپ زدن ساده است اما عمل کردن چی است سختی داره به همین خاطر نفس زیاد گپ زدن خوش داره اگر هر کدام ما شما رو بگیم بریم در مورد خوبی ها گپ بزنیم خیلی نام خدا اما تو یک ساعت ما کمال گپ میزنیم اما در مورد عمل باز چی هستن خیلی کوتاهی میکنیم به خاطر یک خصوصیت نفس انسانی کسالت و تنبلی هست کسرت کلام اصل این هست که انسان باید کم گپ بزنه و توجه نه ها حال شرعی اصل همیست که انسان باید چی بکنه؟ کم گپ بزنه و اگر گپ هم بزنه سخن خیر بگه رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه من کان یؤمن بالله خیرن. با الله و یوم الاخر فلیقل خیرا او لیصمت هر کی به الله و روز آخرت ایمان داره یا سخن حق خیر را بگه یا همچی باشه خاموش باشه چرا بدلیل دلیل از که الله متعال ملائکه را معذف کرده که هر لفظی که از زبان ما بره ورشی میکنه ثبت میکنه ما یلفظ من قول ما یلفظ من قول ببینن تنها فقط یک قول را میگه اگر زبان شما یک سخن هم بیرون بیه الا لدیه رقیب حتی یک نفر نگهبانی هست کودکی میکنه ثبت میکنه و خیلی از گناهان زیاد متعلق به زبان هست خیلی از گناهان زیاد چی هست متعلق به زبان هست و متوجه از اون مردم نیست دروغ متعلق به زبان هست بهتان متعلق به زبان هست غیبت کردن متعلق به زبان هست بهتان خیلی از گناهان زیادی هست از گناهان است که حرمت از اونها قطعی قطعی هست اما خیلی از شما متوجه از اون نیست وقتی که شما به سوره حجرات بیاین بر بگردین خیلی از نصوصی که در مورد چی آمده تحریم گناهان آمده اکثریت از اونها متعلق به چی میشه متعلق به زبان میشه و از الله متعال استدعا میکنیم که الله متعال بر ما توفیق عزیز نصیب بکنه که سخن ما کمتر و عمل ما چی باشه بیشتر باشه الله در روز دیگه با تفصیل بیشتری در این مورد میتیم الله ما و بحمده کنه الله اله الا انت استغفر و توبو. فدای حرف پیغمبران